خداوند و خودت بالای آن عده شهدایی که دختران معصوم چند قبل در مکتب سید شهدا قتل عام شدند رحم کن. از شکریه تا کنون هیچ خبر نیست. خداوند و تنها خودت میتوانی این دختر معصوم را به خانوادهش دوباره برگردانی. دوستان عزیز، سرنوشت شکریه چی شده است و تازه ترین جزئیات از چی قرار است؟ برای دانستن جزئیات این ویدئو لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با اینفو تیوی همراه باشید. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. دوستان عزیز، قسمی که آگاه هستید، شکریه در انتحاریه که در مکتب سید الشهدا رخ داد، بنابر معلومات رسانه ها چند احتمال و نشر سپرده شد که شما همه تان در جریان هستید. احتمال اولین این بود که گویا این دختر امنیت ملی و یا کسی را که انتحار کننده بوده است دیده است و او الان ناپدید شده است. و احتمال دوم این بود که این دختر نزدیک انتحاری بوده و اعضای بدنش تیکه و پارچه شده است و قابل دریافت نیست. و احتمال سوم این بود که این دختر توسط مافیای اعضای بدن اختطاف شده و به گمان زیاد در بازار سیاه فروخته شده است. خوب، چند قبل همچنان آغاز روند رسمی برای شکریه آغاز شده بود. بسم الله تابان، رئیس جرائم جنایی وزارت داخله قول داده نتایج بررسی ها در این زمینه را و زودی با رسانه ها شریک خواهد کرد. تیم موظف برای انجام این تحقیق متشکل از دو عضو خانواده شکریه و کارشناسان بخش جرائم جنایی و وزارت داخله می باشد. از همه آنهایی که زحمت کشیدن در جهت هماهنگی و برنامه‌ریزی این روند سپاسگزاریم. امیدوارم نتایج تحقیق به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد. در روزهای گذشته دروازه‌های زیادی برای فشار بر نهادهای امنیتی جهت انجام این بررسی زده شد که متاسفانه برخی از مقامات به این مسئله اهمیت ندادند و احتمال چنین موضوعاتی از نظر آنها در اولویت نیست. یک رفیق در حکومت دارم که هیچ وقت دروازه اش بسته نشد و این بار هم پس از بررسی همه جانبه داخل تیم با حضور خانواده شکری از مقامات مربوطه به صورت جدی خواسته یافتن شکری را جز اولویت های وزارت داخله قرار دهند. گرفته شده از برگه هزاره میدیا. این در حالی هست که با گذشت 18 روز از حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل تا کنون سرنوشت شکریه دانش آموزی که پس از حمله مفقود شده است روشن نیست. پدر شکریه میگوید نهادهای حکومتی برای روشن شدن این که چی بر سر دخترش آمده است همکاری نمی کنند. عبدالله پدر شکریه امروز پنج شنبه ششم جوزا در نشست خبری شورای علمای شیعه گفت دخترش در روزی که مکتب سید الشهدا هدف حمله قرار گرفت در صنف حاضر بوده است، اما پس از انفجار تا کنون از او خبری نیست. او میگوید تا هنوز روشن نیست که دخترش زخمی، کشته و یا گم شده است. عبدالله میگوید از 18 روز به این سو چندین بار برای روشن شدن این که چی بر سر دخترش آمده است به حوزه پلیس، وزارت داخله، شفاخانه ها مراجعه کرده، اما هیچ یکی از این نهادها پاسخ نمیدهند و هیچ سرنخی هم از او پیدا نمیشود. پدر شکریه میگوید شفاخانه امنیت ملی و صد بستر پلیس به وی اجازه ورود ندادند. سه انفجار پیاپی و تاریخ 18 سور دانش آموزان مکتب دخترانه در غرب کابل را هدف قرار داد. در این حمله دست کم 80 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. اکثریت قربانان این حمله دانش آموزان هستند. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما حکومت طالبان را مسئول می‌خوانند و جنگجویان طالب داعش را و حکومت را مسئول می‌دانند. دوستان عزیز، به نظر شما در این مملکت چی جریان دارد؟ واقعا تأسف بار است که یک دختر در روز روشن آن هم انتحاری می شود و هیچ سرنخی از او پیدا نمی شود. حتی اگر تیکه تیکه هم شده باشد امکان دارد که یک گوشت، یک پای، یک دست از او باشد. پدر و مادر مطمئن شوند که او جانش را از دست داده باشد. آن مدرک هم هیچ موجود نیست. واقعا ناراحت کننده است. دوستان عزیز، لطفا نظرات نیکتان را با ما شریک بسازید. همچنان فراموش نکنید کانال خودتان را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. تا یک ویدیو دیگر، بدرود. پدری در میان بیم و امید با
و تصویر دختری 18 سالهش خیره شده است که دانش آموز مکتب سید الشهدا در غرب کابل بود. شکریه همزمان با انفجار مرگبار در برابر این مکتب ناپدید گشته است. تمامی جاهایی را که انتظار می رفت نشانی از دخترش پیدا کند رفته است. کاش که یک توتی زیر ما مثلا می دیدیم که اقلن خود دل مرام می شد که دقیق از شهدا یه وجود داشت، ما بردیم دفن کرد. زخمی ها یک سال می کنیم، کاش که زخمی از رو ما پیدا می کردیم که اقلن دل خانواده و خود یک جمع می شد که آدم در محل هست. در روز خاکسپاری جسدی که هویتش روشن نشده بود در این قبر دفن خاک شد. مردم محل اسمش را عاقله گذاشتند. اکنون پدر شکریه می گوید که پیشنهاد باز کردن این قبر برای شناسایی به او داده شده، اما او هنوز امیدوار است که فرزندش زنده به خانه برگردد. گفتم شما امیر یک دفعه پیگیری بکنین، اگر پیداشت و پیدا نشد باز ما حاضرم که برم منجی که قبر نش کنیم. یک عضو ستاد مردمی مراسم خاکسپاری این جان باختگان می گوید که آنان برای باز کردن این قبر و انجام آزمایش دینی و وزارت صحت عامه پیشنهاد دادند. ظاهراً تنها شکریه نیست که در این رویداد ناپدید شده است. خواهر فاطمه آمد، از ولایت دایکندی تازه آمده بود. اونا گفتند که فاطمه مفقود است. آمینه 27 ساله از ساحه عبور میکرده و آمنه هم در جمع مفقودی ها هست. همونطور صدقه در لیست برای ما ثبت کردند. در انفجار موتر پر از مواد انفجاری و دو انفجار مواد جاسازی شده در 18 ماه ثور در نزدیکی مکتب سید الشهدا بیش از 100 تن که 85 تن آنان دانش آموزان بودند جان باختند. گواهان رویداد میگویند که شدت این انفجار خیلی قوی بود، به حدی که ممکن است اثری از کسانی که به محل انفجار خیلی نزدیک بودند باقی نمانده باشد. وزارت داخله افغانستان در پیامی به رادیو آزادی میگوید که در این باره بررسی میکند. شکریه 18 ساله صنف 11 مکتب بود. پدری او میگوید که شکریه برای راهیابی به پوهنتون سخت میکوشید و در کنار درسهایش برخی اوقات فعالیت های مدنی فرهنگی نیز داشت.